أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد برادران عزيز خواهران مهربان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان بحث امروز ما نوکر شیطان این را انتخاب کردیم به عنوان عنوان انشاءالله که هر چیزی که گفته میشه این نیت سو نیست نسبت به هیچ گروپی نسبت به هیچ کسی و نسبت به هیچ فرقه هدفی که ما این بحث شروع کردیم این است که هر انسان حق داره و این حق مسلمش هست که از عقیده خود و از باورهای خود دفاع بکنه در هر جایی که هسته در کشورهای پیشرفته و متمدن همیشه داد از آزادی بیان و آزادی کلام از هر طرف صداها بلند میشه بنان ما هم ای آزادی را داریم که از حق خود که ابراز عقیده هسته استفاده بکنیم چهار چیز در کلی انسان هست که سبب هلاکت انسان و سبب نجات انسان میشه چشم گوش دان چشم ها گوش و دان اینمی چیزی که در وجود انسان هست بسیاری وقتا اینمی چشم ها و اینمی گوش و اینمی دان سبب هلاکتش میشه و بسیاری وقتا اینمی سه حاصل سبب نجات انسان میشه مثلا با چشم خود همیشه وقتی که میبینی چشم یک چیزی هست که در ذهن دماغ تو تصویر برداری میکنه هر چیزی را که میبینی عکسش در ذهنت میگیره و وجود تو را تحریک میکنه خانه را زیاد بینی خانه را در ذهن تو زیاد زیبا جلوه میدهش و اگر موسیقی گوش بکنی علاقه به موسیقی زیاد میشه در قلبت عشق موسیقی زیاد میشه اگر راجع به چیزای منفی صحبت بکنی در وجود چیزای منفی زیاد شده میره و علاقه پیدا میکنی به چیزای منفی و برعکس اگر با چشم خود عظمت و قدرت خداوند متعال ببینی با گوش خود حرفای نیک سخنهای نیک بشنوی و با زبان خود حرفای نیک بگوی به مو اندازه ای سر خودت اول تاثیر میکنه یکی از دلایلش این است که این صحبت انتخاب کردیم و این عنوانه که اول سر خود ما تاثیر بکنه و دوم حفظ عقیده ما که عقیده خود را حفظ بکنیم و سیوم این آزادی مسلم ما هست که ما عقاید خود را بیان بکنیم و بالاتر هزی حدیث وجود داره که پیامبر صلی الله علیه و آله در یک حدیث بسیار قوی که این حدیث همگی انشاءالله که شنیده که اگر مفهوم کلی حدیثی است که اگر شما چیزای منفی را میبینین منکرات هست مثلا گناه ها هست منکرات هست چیزای منفی هست اگر این را شما میبینین برین عملا او را منع بکنین با دست با نیرو با قدرت برین بندش بکنین اگر این قدرت نیرو را ندارین با زبان نهی از منکر بکنین بدی ها را بد باید بگوین و اگر امی توانمندی رام ندارین ترس از در قلبتان یا ای که جانتان در خطر هست یا تهدید میشین هر ملاحظه که پیش انسان هسته قلبن از بدی ها انسان متنفر باشه و به طرف بدی ها علاقه پیدا نکنه و اینمی پایین ترین درجه ایمان هسته مثلا میبینی یک نفر شراب میخوره بندش کرده نمیتونی گفتان برش نمیتونی اگر در قلبت بگویی که اینمی کار ای آدم میکنه ای کار منفیست و ای گناه هسته و ای خود مسلمان هم میگره و ای شراب میخوره اینمی پایین ترین درجه ایمان هسته که در قلب تو ایمان هست اما پایین ترین درجه در قلب تو ایمان وجود داره بنان همی حدیث خودش تحریک کننده هسته که ما همچو صحبت ها را بکنیم و ما رسالت ایمانی و جانی خود انجام داده باشیم اول نوکر شیطان هر کسی که هدف مشخص و تعریف شده داشته باشه و این هدف مشخص و تعریف شدهش منحصر به دنیا باشه و هیچ ریشه اخروی نداشته باشه و نه تنها منحصر به دنیا باشه بلکه منحصر به فرد باشه مربوط خود شخص باشه ای در حقیقت نوکر شیطان هست
یعنی نوکری برای شیطان میکنه. نوکر شیطان یعنی در خدمت شیطان هست ای انسان. یعنی شیطان برش برنامه میده، این برنامه شیطان عملی میسازه. هیچ گونه فایده بر بشریت نمیرسانه، نه تنها فایده نمیرسانه بلکه بشریت در گودالهای بدبختی مندازه. اینا کسایی هستند که در خدمت شیطان هستند و نوکرای شیطان هستند. هدف از اینا چی هسته؟ بشرکشی. انسان‌ها را میخوان و قتل برسانند، انسان‌های بیگناه را. به نحوی از آنها انسان‌ها را در بالایشان ظلم میکنند و انسان‌ها را به قتل میرسانند. تجاوز به ناموس انسان‌ها، تجاوز به حفت انسان‌ها، تجاوز به مقدسات انسان‌ها. این کسایی هستند که نوکرای شیطان هستند. پخش فحشا، فحشا و شهوترانی را در جامعه پخش میکنند. جامعه را یک جامعه شهوتران میسازند، جامعه را یک جامعه پر از بدبختی ها میسازند. وقتی که در جامعه فحشا رشد میکنه، در جامعه بدبختی ها رشد میکنه، ناموس هیچ کس در روز جامعه سیف نمیتونه باشه. بر دختر هر کس میتونه تجاوز شوه، بر زن هر کس میتونه در روز جامعه تجاوز شوه. و شما ببینید ریپ چقدر بلند هست که برای دخترای 15 ساله، 14 ساله، 18 ساله تجاوز میشه. به خاطر ازی تجاوز میشه که جامعه شهوانی وقتی که میشه، جوانایی که خود کنترل کرده نمیتونن، اینا مجبور هستن که انسانها را ریپ بکنن. اینا مجبور هستن که بر ناموس مردم تجاوز بکنن. این کلش برنامه های شیطان هست و هیچ انسان سالم نباید از این چیزا دفاع بکنه. گذشته از مسائل دین، مسائل مذهب، هیچ انسان طرفدار زی نباید باشه که بر انسان دیگر تجاوز شوه، بر ناموس کس تجاوز شوه. به خاطری که هیچ انسان دوست نداره که بر ناموس خودش تجاوز شوه، بر دخترش تجاوز شوه. بنان اگر یک نفر اعدام میکنه که برادری گپار چرا میزنی، به این معناست که این انسان طرفدار بدی ها هست، به این معنا که این انسان طرفدار قتل است، به این معنا که این انسان خودش یک انسان جانی هست، یک انسان از یک انسانی هست که میخواد بشریت به طرف بدبختی سوق بده. و همچو اشخاص افراد بدینی را در جامعه مروج میسازند. بدین باشه دین مطرح نمیباشه برشان، نه تنها برای خودشان مطرح نیست چون اینا در خدمت شیطان هستن و کارهای شیطان هستن، بلکه میخوان تعداد خود از زیاد بسازن، دیگران را هم مثل خود بسازن. انکار میکنن آخرت، زنده شدن بعد از مرگ انکار میکنن، جنت انکار میکنن، دوزخ انکار میکنن، پیامبرا را انکار میکنن. و یک به اندازه اینا مصروف میسازن انسانها را و خودشان مصروف هستن که اصلا خود فراموش میکنن، راجع به هر چیز دیگه فکر میکنن و خود فراموش کردن. راجع به پول فکر میکنن، راجع به کار فکر میکنن، راجع به سرمایه فکر میکنن و خود فراموش کردن. راجع به خود هیچ فکر نمیکنن و میخوان دیگرها را هم مثل خود تلقین بکنن، مثل خود بسازن. و مادیات پرستی، مادیات پرستی به این معنا که عشق دنیا در قلب از اینا قدر زیاد میشه که به عنوان یک معبود میشه خانه برش، به عنوان یک معبود میشه پول برش، به عنوان یک معبود میشه چیزای دنیایی، چیزای مادی. به مو اندازه‌ای که برای الله سبحانه و تعالی باید توجه نشان بده، برای مادیات توجه نشان بده، چون این خصلت نوکرای شیطان هست. شیطان ایره در ذهن دماغشان القا میکنه و یک دنیا را قدر زیبان نشان میده برشان که اصلا تصور نمیکنن که دنیا بالاخره با می دبدپا و تنتنی که امروز داره، با می زرق و برقی که دنیا داره، بالاخره یک روز از هم میپاشه، دنیا خاتمه پیدا میکنه. چرا حکم خلقت تمی هست که هر چیزی که خلق شده باشه، آغاز داشته باشه، باید انجام هم داشته باشه. دنیا آغاز داره، انجام هم داره، شروع شده باید خلاص شوه، خاتمه پیدا بکنه. اینمی هم از زین دماغ از اینا میره و اینا دیگرها را هم میخوان این قسم تربیه بکنن، این قسم بسازنشان. و توجه بیشتر بر به خوشگذرانی ها، موسیقی های مبتذل که در روجه کشتن نشان میده، در روجه تجاوز نشان میده، در روجه انسان یک انسان وحشی، یک انسان درنده نشانش میده، اون جملات کلماتی که گفته میشه، اینا همش چیزایی هست که همی گروپ ایره القا میکنن برای دیگرها و خودشان در می راه روان هستن. از اسباب و وسایلی که استفاده میکنن، ای اسباب و وسایل چی هسته؟ از تلویزیون
یکی از وسایل و حزبابه که به خاطر تشویق ترغیب دگر آدمی را آدمی مسلک دمی شیوه از تلویزیون ها بسیار زیاد استفاده میشه. و این تلویزیون ها عقول تسخیر میکنه، یعنی عقل ها را تسخیر میکنه. مثل از اینکه مثلا یک گروه در یک منطقه حمله میکنه، یک منطقه را میگیره، تسلط پیدا میکنه، فتح میکنن، تلویزیون عقل ها را تسخیر میکنه. در خانه اشتگی هستی سر کاوچ، عقلت تلویزیون تسخیر کرده. حالا تلویزیون برای تو یک کسی هست که برای تو برنامه میده، هر چیزی که تلویزیون گفتم تو میکنی. اگر کاوچ نو اعلان کرد باید بری کاوچ بخری، موتر نو برات اعلان کرد باید بری موتر بخری، خانه رو نو اعلان کرد باید بری خانه بخری. هر چیزی را که تلویزیون برات بخواه اونمو کار سرت میکنه، برنامه برای تو تلویزیون میده. عقل تو رو تسخیر کرده. عقل از پیش انسان وقتی گرفته شد، یک کس دیگه میتونه انسان هر طرف برش برنامه بده. استفاده جویی میکنن توسط تلویزیون، یک وسیله هست که مورد استفاده قرار میتن و این همی اشخاص و افراد بیشتر این کار میکنن. البته یک موضوع دیگر هم در اینجا اشاره بکنیم که ما در بخشایی که در او فایده بشریت نیست، ما سر از او بخشای صحبت میکنیم. مثال ها هم که میتیم با ایمان نیست که یک نفر دست خود بلند کنه بگه بیادر این تلویزیون خیلی قدر بد میگی، تلویزیون مقسم بد نیست، چیزای خوب هم داره. ولی بدون شک ما فقط سر نقاطش صحبت میکنیم که نقاط به نفع بشریت نیست. مثلا هیچ انسان عاقل نباید دفاع بکنه که خب یک برنامه هست که کشتن نشان میده، که انسان چه قسم کشته شوه. یک برنامه هست که فقط انسان کشی را نشان میده. اگر یک نفر دفاع میکنه خوی آدم تکلیف داره، در هر مذهب، در هر دین و هر طریقه که هسته. او بیا بگه من تلویزیون میبینم، از اینم یادم کشی هم دفاع میکنم، از این ظلم هم دفاع میکنم، از جنایت هم دفاع میکنم. برشادم میگه بیادر تو انسان هستی، انسان خمو انسانی هست که بر امنوش جگرخون شوه. ما فقط در امی بخشای صحبت میکنیم که سوی تفاهم نشه. مغزها را شستشو میکنن توسط تلویزیون و انسان از حقیقت دور میسازن. مثلا اینی کاغذ است، ما در پیشوری چشم تو پرده ها را بندازم که اینمی کاغذ ای دیده نتانی، هیچ مجال از ایره بر تو نتون که سر کاغذ فکر کنی، در حالی که کاغذ یک چیز بسیار خوب است، تو میتونی از استفاده بکنی، میتونی نامه نوشته بکنی، میتونی یاداش بکنی. اما یک پرده سیارن در پیشوری تو قصدن آوردیم که می کاغذ دیده نتانی، از این کاغذ استفاده مثبت نکنی. انسان از حقیقت ها دور ساختن. و سریال هایی را که دنباله دار هست، یک سال دوام میکنه، دو سال دوام میکنه، هیچ نفع بر بشریت نداره، هیچ نفع بر جامعه نداره. به اندازه یک سر سوزن نفعش بر کس نمیرسه. و فیلم هایی که در روز کشتن نشان میتن، قتل نشان میتن، گنگسترا هسته، ای را بکش، او را بکش، او را، چی فایدهش؟ چی یاد میگیره؟ چی مسیج داره این فیلم ها؟ وقتی که تفنگچه بازی در اونجا نشان داده میشه، راکت نشان داده میشه، دگر نشان داده میشه، این فایده از چی هست؟ جامعه متمدن امروز همه تو باید یک جامعه باشه؟ کشتار و قتل اینا رو برای مردم نشان بده از طریق تلویزیون و میدیا؟ و یا ای که توسط مواد مخدر اینا به هدف حقیقی خود میرسن، که هدفشان دو هدف داره شیاطین و نوکرای شیطان. یک هدفشان هدف کوتاه‌مدت هست که مانع کارهای نیکت میشه، در سر کارهای نیکت میه، ولو اگر بخوای یک خار از سر رای انسان ها ورداری، اینا مانع از او میشن. اینا در حقیقت دشمنای بشریت هستن، دشمنای انسان ها هستن. مانع و نمو میشه که تو هم خار از سر را پس نکنی. این برنامه های کوتاه مدتشان که مانع هر کار نیکت تو میشه، برنامه های دراز مدتشان چی است؟ که میخواین تمام بشریت در آتش جهنم بندازن و ببینن. ای در برنامه آخریشان است و به خاطر رسیدن به می برنامه های خود از نوکرای خود استفاده میکنن. و این نوکرا در کشت خاشخاش، در کشت تریاک، در کشت چرس و مواد مخدر و مواد کشنده اینا کار میکنن و ایره صادر میکنن، سر از این سرمایه گذاری میشه و اینا میخوان که بشریت از ریشه خراب بسازه. وقتی که یک نفر نشه باشه، شب و روز 24 ساعت نشه باشه، او خوب خراب چی میفهمه؟ گنگس است. شام ببینیش گنگس است، روزا ببینیش گنگس است، نه خوشیش هم میفهمی نه غمش. این انسان هر کار سر از این میتونن بکنن. این مواد مخدر که تولید میشه و فروش میرسه، سر از این سرمایه گذاری میشه،
ای یک هدف عمیق‌تر از این دارد که ما فقط ظاهرش ببینیم که مسئله اقتصادی است. هدف از این بسیار عمیق هست. این موضوعاتی را که سرش صحبت میکنیم به او اندازه که سطحی مال میشه، این عمیق هست، این ریشه دار هست و این برنامه های هست که شیطان را طرح کرده 100 سال پیش، 200 سال پیش را طرح کرده، امروز نتیجه گیری میکنه از این برنامه ها. و برنامه های دیگه هست که 200 سال 300 سال بعد باز نتیجه از او را میگیره. این مسائل بسیار مسائل عمیق هست. این بخش اول نوکرای مشخص شیطان که مشخص کار میکنن و کاملا رای خودم مشخص ساختین و میگن امی رای ما هست، ستب شده این فکس هست، اما تو دیدگاهشان حرکتشان مشخص است و میفهمن که نمی رای را که میرن یک رای هست که بهترین هست و رای خودت این کردین، نمیخوان از این را بگردن. یک گروه دیگه هست که اینا را آدم میتونن نوکرای گیج و ناآگاه بگویه و اینا مسلمان ها هستن متاسفانه، گیج هستن، مثل از اینکه یک نفر از یک بام بیفته بیهوش باشه و بخیزه یک چند دقیقه در محالت بیهوشی گپ بزنه، ایسو بره ایسو بره ایسو خنده بکنه، تو بفکر این مقسم انسان های گیج، نوکرای گیج شیطان، ای متاسفانه این میتونه مسلمان ها هم باشه و مثال های بسیار زنده. ای گروپی هست که غیر مستقیم بر شیطان کار میکنند. اگر برش بگوی که تو نوکر شیطان هستی که قفاق میزنی تا که چطور مرا میگی که من نوکر شیطان هستم، من خود صحیح مسلمان آدم هستم، قرآن و قرآن باور دارم و پیامبر باور دارم، اما کارش برنامهش غیر مستقیم بر شیطان هست، بر شیطان کار میکنه، در خدمت شیطان هست. مثال زندگی واضح شوه، ببینید ترویج فحشا توسط مسلمان ایرا کی میتونه توجیه بکنه؟ یک مسلمان دختر برقصانه، ایرا میتونه کس توجیه بکنه بگه این کار شیطان نیست؟ چی هست ای؟ کار پیامبر است، کار اماما هست، کار مشایخ هست، دخترای برهنه را بگی برقصان، این کار کی است؟ بدون شکی غیر مستقیم برنامه شیطان را پیش میبره. و یا ای که سریال هایی که دروج یک برنامه داخلی در او سریال ها هست، یک برنامه تخریب کننده در او سریال ها وجود داره به نام سریال های ایندی. این سریال ها یک بخشش که مسئله اقتصادی است، یک بخش عمیق‌تر داره که فرهنگ هندویزم میخوان مروج بسازن و خطرناکترین دشمن امو دشمنی هسته که در اعتقاد انسان کار بکنه، دشمنی که روبرو هست، دشمن نظامی میزنه که تفنگ میزنه که راکت میزنه بم میزنه یا یک منطقه را فتح میکنه یا شکست میخوره، اعتقاد مردم در جایش هسته، اما این دشمنی که در داخل قلب انسان خطور میکنه، در ذهن انسان خانه میکنه، این انسان هم مثل که در داخل یک سیب کرم داخل میشه و یک کرم سیب میخوره بیرون سیب بسیار خوب تر تازه معلوم میشه، وقتی که با کارت پاره میکنی میبینی که سیب گنده شده. همچو برنامه ها عیناً اما تو یک حکم آدم میتونه سرج بکنه که در جامعه اسلامی اگر داخل شد، جامعه اسلامی از بیرون نامش حکومت اسلامی جامعه اسلامی هست، اما در داخل جامعه را کرم میزده باشه، مثل که سیب خراب میسازه جامعه را خراب میساخته باشه. شما باور بکنین، یک فیلم برام یک نفر نشان داد که من اصلا فکر کردم که فیلم ایندوا هسته، تنها چیزی که در اون فیلم نبود یک بود در یک گوشه از مجلس ماندگی نبود، بس دیگه تمام چیز ایندی. و یکی از مجالس در یک جای دعوت بودم، ساعت 9 بجه شد، یک نفر گم شد، دو نفر گم شد، آدم های کلان، نه ای که بچه های خردسن سال، کسایی که اینا نخبگان هستن، اینا راجع به دین استدلال میکنن، راجع به اوضاع سیاسی جهان استدلال میکردن، کسایی که در اراکین دولت کار میکردن، آدم های بسیار سرشناس، نارام دلایشان ایسو برو ایسو برو، یکی خدا کشید یا خدا کشید. خرم پرسنگ گفتم بیار خیرت از چیه بس؟ گفت والا یک درامی ایندیسته و نام دلهن شروع شده. اینال فکر کو یک نفری که جامعه را باید رهبری بکنه، در یک پست بسیار مهم دولتی کار میکنه، او مغزش مسخ شده باشه، عقلش از پیش گرفته شده باشه، از این جوان ها و از این دیگه کسات شما چی گله میکنین؟ این مغز مردم سرش کار کردن. کی در مد خوب است که یک مثال بزنیم؟ فکر کو که 50 دانه، من فکر میکنم از 50 زیاد هسته، چرا چینل های افغانی بسیاریش که در اروپا و امریکا پخش میشه، در ایام هست درامه ها،
و در خود افغانستان برنامه های ایندی بسیار زیاد مروج هسته. خواندن های ایندی، فیلم های ایندی، سریال های ایندی 100 دانه بگیریم. این کل تلویزیون ها که پخش میکنه 100 دانه. در هر درآمد و در هر سریال 100 نفر کار میکنه. اما کم که کار کنه 100 نفر. چوگرگکش هسته و دختر درام هسته و بچه درام هسته و سر از او عاشق میشه، باز و عروسش هسته، باز او خوشویش هسته، باز او بچه خوشویش هسته، او باز خیشایشان هسته، باز در داخل بازار چند نفر نشان میده. یعنی 100 نفر در درمی فیلم، اما کمی 100 نفر به نمایش گذاشته میشه. اینا رو فکر بکنین که 100 نفری که در اوجه کار میکنه، برای 100 ترجمان ضرورت هست. فکر رو 100 درامه ایندیس و در هر کدام از این 100 نفر کار میکنه چقدر میشه؟ 10,000. در 100 درامه 10,000 نفر کار میکنه و 10,000 نفر بر 10,000 نفر دیگه ضرورت داره بر ترجمه. بر زن چاق باید یک زن چاق پیدا بکنن که آواز غور داشته باشه. بر مردی ریسفید باید یک ریسفید پیدا بکنه. بر یک طفل باید یک طفل پیدا بکنه. بر یک دختر باید یک دختر پیدا بکنه. این کار کی میکنه؟ این کار مسلمان میکنه. از این چی برای جامعه منفعت میرسه؟ اما منفعتی که برای جامعه افغانی از همچو سریال ها میرسه چی است؟ 10,000 نفر استخدام کردین به خاطر ترجمه یک سریالی که در اوج فرهنگ هندویزم میخوان مروج بسازن، فرهنگ بت پرستی را میخوان مروج بسازن. آیا از دیدگاه شریعت اسلام مروج ساختن فرهنگ غیر دینی حکمش چی هست؟ همو حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که بیشتر مفهومش گفتیم، اینو امر بالمعروف میکنن، از بدی ها مردم دور نگاه میکنن، یا ای که خودشان در آوردن بدی ها مقدم هستند نسبت به دیگرا. وی خطرناکتر هسته، به خاطر از این شمشیری را که دوست میزنه بسیار میتونه در جای حساسی اصابت بکنه. اینا دوستایی هستند که با خنجر برادرای خودم میزنن و خانواده ها را شیرازیش از هم پاشاندین. شما تصور بکنین، شما باور بکنین که از قصه کرد که اطفال در داخل پتنوس شمع میمانند، دیگر میمانند، دور میتن. ایر از کجا یاد گرفته؟ ایر در مسجد برش یاد دادین؟ ایر مولایی برش یاد داده؟ تلویزیون ها برش یاد داده؟ ای افرادی هستند که غیر مستقیم گیج هستند، در خدمت شیطان و نوکرای شیطان هستند. و متاسفانه یک تعداد دوستا هستن که خودم متمدن میگن، اگر پرسان کنی تمدن چی است، لباس برات پیشنهاد میکنه. همیال بسیار کسا را شما باور بکنین که از کشور ما میان، میگه کشور پیشرفت کرده متمدن هست. چی شده کشور؟ کشور پیشرفته و متمدن او کشوری هست که تولید بکنه نه مصرف. امروز کشور ما متاسفانه یک کشور مصرف کننده هست، آید نداره، درآمد نداره، فقط مصرف میکنه. هر ملتی که مصرف کننده باشه اون ملت متمدن نیست، اون ملت پیشرفته نیست. او یک ملتی هست که در تجارت دیگرها منفعتش میرسه، یعنی تجارت دیگرها را کمک میکنه. ملت ما متاسفانه امروز یک ملت مصرف کننده هست. چین در اوج مال روان میکنه، ترکیه در اوج مال روان میکنه، خود افغانا هیچ چیز ندارن، کشور خودکفا نیست. باز گپ هم بیا گپ از تمدن میزنه. تمدن خود در ازی است که در افکار انسان تغییر بیاید. جامعه جامعه باشه که خودساز باشه، جامعه باشه که خودکفا باشه، جامعه باشه که خودش ارزش هایی داشته باشه که بر مردم پیشکش بکنه. 4 دانه سریال ایندی را بگی ترجمه بکو، 4 دانه لباس های ایندی را بپوش، ایندی خود نشان بده و بچه های فیلم ایندی افتخار بکو، بر دخترای فیلم ایندی افتخار بکو، از اونا بر خود الگو انتخاب بکو، باز بگو من متمدن هستم. کجای این تمدن هست؟ وی کاری هست که غیر مستقیم برای شیطان کمک کردن هست. و یک بعضی ها هست متاسفانه که از دینداری شرمشان میه، از دین گپ بزنی شرمش میه و اینا تقلید و کاری میکنن که او مغایرت داره با ارزش های دینی. میخوان که خدا مثل یک کافر نشان بدن، میخوان خدا مثل یک مشرک نشان بدن. امروز متاسفانه در جامعه که در اوج نامش اسلامی هسته، بت پرستی و شرک وجود خارجی پیدا نکرده، اما در داخل قلب دماغ مردمی متاسفانه که رخ نکرده و ایره برادرها و خواهرایی که ناآگاه هستند، مزدورای و نوکرای ناآگاه شیطان ایره تلقین کردین و خود از اینا سبب همچو بدبختی در کشور خود شدین. و جهت دادن جوانا را جهت میتن، اینا جهت در چی میتن؟ بر رقص، که جوان خوب رقاصه شود.
صد دانه رقاصه جور بکوچی مرک جامعه خدمت میکنه، با رقص میخوان کشور جور بکنن. فکر بکن 2000 جوان در کوچه و بازار کابل برآمدن در رقص، آیا کشور جور میشه؟ قطعا که از با رقص کشور جور کردن نمیتونه. بر رقص جوانا را تشویق بکو، بر آدم کشی از طریق فیلم ها و امثال ازو. ما یک نفر به طرف دکتری تشویق نکردیم، یک نفر به طرف انجینری تشویق نکردیم، یک نفر به طرف علما تشویق نکردیم، نهایتش رقص و پایکوبی و همسال ازو. بالاخره جامعه به هر چیزا هم ضرورت داره یا نداره. این متاسفانه مشکلاتی هست که باید سر ازی توجه شود. سوم، بنده های آگاه یا خدمتگارای آگاه. اینا کسایی هستند که هدف مشخص دارن، برنامه هایشان مشخص هست، از هیچ کس تقلید نمی کنن. بر پیشرفت برنامه های مشخص خود دارن، بر ترقی برنامه های مشخص خود دارن، بر ساختن زمین برنامه های مشخص خود دارن. اینا هر کارشان مشخص تعریف شده هسته، کورکورانه از هیچ کس تقلید نمی کنن و همیشه بدی ها را بد میگن، خوبی ها را خوب میگن و طرفدار صلح هستن. اینا طرفدار آشتی هستن، طرفدار عدالت هستن، طرفدار برادری هستن و هیچ کسی را به هیچ گروپ اینا تشویق نمی کنن. این یک مؤمن واقعی، یک مسلمان واقعی، یک بندی واقعی، بندی هست که نه مردم به طرف شیخ خود تعریف بکنه، شیخ خود برش معرفی بکنه بیشتر، نه استاد خود معرفی میکنه، حتی پیامبر. ما مردم به طرف شخصیت پیامبر، چون پیامبر صلی الله علیه و آله حیات نداره، در دنیای برزخی حیات از اونها هسته، ما مردم به طرف برنامه های پیامبر صلی الله علیه و آله باید تشویق بکنیم، به طرف احیای سنت پیامبر صلی الله علیه و آله ما مردم تشویق بکنیم که چگونه ما میتونیم برنامه های پیامبر صلی الله علیه و آله احیا بکنیم، دوباره در جامعه نهادینه بسازیم شه. اگر ما بشینیم فقط نغمه سرایی بکنیم، خواندن ها جور بکنیم و بر پیامبر صلی الله علیه و آله، بر صحابه ها خواندن جور بکنیم، تبله را بگیریم، ارمنیه را بگیریم، زده بریم بگیم ما پیامبر را دوست داریم، این خلاف همو درس هایی هست که پیامبر صلی الله علیه و آله بر ما داده. یا به طرف یک شاعر ما مردم را تشویق بکنیم، شاعر معرفی کرده بریم، یک دانشمند معرفی کرده بریم. تمام پیامبرا اینا آمدن خاص به خاطر ازی که مردم به طرف خداوند متعال دعوت بکنن. خود پیامبرا مردم به طرف خود وقتی که دعوت ندادن، مردم به طرف پیام های الله سبحانه و تعالی دعوت دادن و ارشادات ایره که از خود به جا گذاشتن، ما مردم به طرف امی ارشادات باید دعوت بتیم. ای کسایی هستن که می کارا را میکنن، مردم به طرف الله سبحانه و تعالی، مردم به طرف انسانیت، به طرف عدالت، به طرف برابری دعوت میتن و هیچ وقت فحشا را ترویج نمیکنن. بر ضد فحشا هستن، بر ضد انسان کشی هستند، بر ضد ظلم هستند. اینا بنده های نیکوی الله سبحانه و تعالی هستند. راه بیرون رفتش چی است؟ این مسائل یاد کردیم، گفتیم چگونه میتونه انسان از این مشکلاتی که گفته شد برای بیرون. اول، علمایی که این مسائل درک کردین و واقعا میخوان که خدمت بکنن برای اسلام، اینا باید یک کمیته را ایجاد بکنن، یک گرده همایی را ایجاد بکنن در اوجه راجع به این موضوعاتی که در کشور امروز رخنه کرده و ریشه اسلام در اوجه داره میکنه، سر ازی طرحهایی داشته باشن و صحبتهایی داشته باشن. یک، علما مسئولیت عمده و حساسی را دارن، نه حکومت میتونه یک حکومت فاسد باشه. علمایی که واقعا از قرآن و سنت پیروی میکنن، در قدم اول مسئولیت از اینا هسته که یک گرده همایی بکنن و این مشکلات یک و یک بررسی بکنن. دوم، رای حلش ایست که برادرها ایجاد برنامه های اسلامی و مذهبی، به هر اندازه‌ای که برنامه های اسلامی و مذهبی زیاد شوه در تلویزیون ها، این میتونه حسرات بسیار مثبت داشته باشه. سوم، پخش و نشر مجلات، کتاب های مفید در جامعه، که در جامعه کتاب برسه. یعنی حقل اصلی در کتاب ها هسته، انسان عاقل میسازه. یک نفری که کتاب عقیده نخوانده باشه، کتاب خرافات به دتار نخوانده باشه، کتاب راجع به شرک نخوانده باشه، کتاب راجع به توحید نخوانده باشه، چی میفهمه که به طرف چی مردم دعوت بکنه؟ یوازی مردم به طرف خوبی ها دعوت بده، مردم به طرف بدی ها دعوت میده که قبلا اشاره کردیم. کتاب باید پخش شود، نشر شود. ساختن فیلم های اسلامی که در روی ارزش های اسلامی، ارزش های اخلاقی در روی جوان نمایش گذاشته شود. وزیدشم دشم سرزی دختر آشش و سرزی کسی زیر یاد نمیگیره، فیلم هایی که واقعا آموزنده باشه.
یک نفر نشان بده که از بدی ها میه به طرف نیکی ها، با قرآن آشنا میشه، با سیرت محمد صلی الله علیه و آله آشنا میشه، در اوج کرکتر اسلامی را در اوج به نمایش بگذاره. این تقلید چی که دختر سر از بچه عاشق میشه، با زوف میکنه دیگه، میشه دیگه، چی فایدهش میرسه؟ پنجم، برادرایی که در همچو حلقات کار میکنن، این برادرها در قدم اول امی کار شرماوره، اینا از امی کار شرماور براین، امی وظیفه را انجام نتن، امی 10,000 نفری را که گفتیم که در ترجمه هستن، اینا پشت پا بزنند امی وظیفه، ولو اگر یک 400 یا 100 دلار برشان میده، خداوند متعال یک راه خوبتر و بهتر برشان پیدا میکنه. و اوجه باز ببینی بسیاری بچه ها که ترجمه میکنه، نازایشان بی دخترها دخترها وری خدا میسازن، گپایشان بی عین نمو کاری را که او ایندو کرده در سریال در دراما، ای بچه در پشت تلویزیون شش تایی کار میکنه، این کار خدا اعلام بکنن. ششم، مسئولین و دانشجویا، مسئولینی که در پنتون ها درس میخوان، در مکاتب هستن و مسئولین بیدار هستن، الحمدلله که جوانای افغانستان نسبت به هر جوان دیگه دلیرتر هستن، شجاعتر هستن، ترس و بیم ندارن، میتونن عقاید خود، میتونن افکار خود بسیار آزادانه بیان بکنن. این جوانا هم گرد همایی های داشته باشن، پخش همچو برنامه های مبتذل خرافاتی را از جامعه ریشکن بسازن، و به امید روزی که در کشور ما بجز از ارزش های حسیل دینی، ارزش های والای انسانی که واقعا خوشبختی انسانیت، خوشبختی بشریت در گره و همچو برنامه ها هست، این برنامه ها از کشور اسلامی ما افغانستان پخش شوه و یک رسالت شرعی و دینی بود که من بر خود لازم دیدم راجع به این صحبت بکنم. مسائل گفته شده هیچ گونه ریشه سیاسی و حزبی نداره، فقط به عنوان یک انسان من مسئولیت احساس کردم نسبت به جامعه خود، ایرا گفتم. خدا کنه که به گوش کسایی که در همچو علاقات هستن و کار میکنن غیر مستقیم به کمک شیطان هستن و در خدمت شیطان هستن، خداوند متعال اونا را هم بیدار بسازه و ما را هم در روز آخرت از حج و پاداش مستفید بسازه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار.